مسئولی درباره مسئولیت ملل متحد، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا برای مقابله با زندانسازی در لیبرتی. هشدار اسقف اعظم ایرلند، 51 تن از اعضای مجلس اعیان انگلستان، رئیس کانون وکلای انگلستان و ویلز. سازمان ملل متحد باید عمل کند و برای حقوق قانونی ساکنان بایستد. رهبران سیاسی، مذهبی، حقوقی و حقوق بشری انگلستان شامل 51 تن از مهرهای برجسته، وزرای سابق، معاونین مجلس اعیان، نمایندگان ارشد، رئیس کانون وکلای انگلستان و ویلز، رئیس کمیته حقوق بشر کانون وکلا و اسقف اعظم ایرلند طی نامه سرگشاده‌ای به مطبوعات نوشتند: با آشکار شدن جزئیات شرایط کمپ لیبرتی معلوم می شود که توافق برای انتقال ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی در حال نقض شدن می باشد. نگرانی ها و حمایت ما از ساکنان کمپ اشرف یک طیف گسترده را با حمایت سراسر حزبی از هر دو مجلس بریتانیا، کلیسا و بخش حقوقی در بریتانیا و در آمریکا و در اروپا در بر می گیرد. ما و بقیه جهان نظارگر اقدامات ملل متحد هستیم تا یا در کنار ساکنان کمپ اشرف خواهد ایستاد و از حقوق به رسمیت شناخته شده بین المللی آنها حفاظت خواهد کرد، یا اینکه در کناری می ایستد و به سخره گرفتن سازمان ملل و اصولش توسط نخست وزیر عراق را تماشا می کند. کارزار پارلمانی بین المللی در دفاع از اشرف به ریاست لورد آرچر، دادستان پیشین انگلستان، و لورد فریزر، دادستان پیشین اسکاتلند اعلام کرد: زمان آن رسیده است که سازمان ملل متحد و مشخصاً نماینده ویژه دبیرکل در عراق برای برآورده شدن تضمین‌های حداقل و نیازهای ابتدایی ساکنان اشرف که به لیبرتی منتقل شدند ایستادگی کنند. با قدم‌هایی که یک بار دیگر خانم رجوی و ساکنان برای اطمینان از پیدا شدن یک راه حل صلح‌آمیز برداشتند، شما اکنون باید اطمینان حاصل کنید که این التزامات اولیه برآورده شوند. کمیته شهرداران حامی اشرف در فرانسه که بیش از 10,000 تن از شهرداران در سراسر این کشور را شامل می شود اعلام کرد: ضمن تقدیر از احساس مسئولیت خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در اقناع ساکنان اشرف برای انتقال به لیبرتی، ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که برای ممانعت از فشار دولت عراق بر نماینده ویژه دبیرکل، مقتضی شخص آقای بانکیمون با دخالت خود در این روند از عدم حضور نیروهای مسلح عراقی در داخل محوطه کمپ لیبرتی و تأمین امنیت و رفاه ساکنان اطمینان حاصل کند. کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک که در برگیرنده پارلمانترها و شخصیت‌های برجسته فرانسوی است، با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به تهدیدات استقرار اولین گروه مجاهدان اشرف در کمپ لیبرتی، خواستار مداخله شخص بانکیمون شد و بر ضرورت اتخاذ موضع مسئولانه و بی‌طرفانه ملل متحد برای تضمین حقوق ساکنان تأکید کرد. حقوق بشر نوین فرانسه به ریاست پیر برسی، عضو شورای ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، اطلاعیه‌ای با عنوان نقض تعهدات داده شده توسط دولت عراق صادر کرده. در این اطلاعیه آمده است: دولت عراق برای خوشنودی حکومت ایران ساکنان را به کمپ لیبرتی که فاقد هر گونه شرایط قانونی است منتقل کرده. این اقدام که ناقض کنوانسیون‌های ژنو و توافقات به عمل آمده برای حفاظت از ساکنان است،
واکنش فوری در سطح سازمان ملل متحد را ضروری می کند. کمیته پارلمانترهای بلژیکی برای یک ایران دموکراتیک به ریاست سناتور گری کلاس، رئیس فراکسیون دموکرات مسیحی سنای بلژیک، در نامه خود به بانکیمون نوشت: واژه داوطلبانه که شما به درستی بر آن اصرار داشتید و توسط آقای کوبلر هم به کرات در اطلاعیه‌هایش استفاده شده است، در حال حاضر تبدیل به جابجایی اجباری شده است. حتی کمیساریای عالی پناهندگان هم بر فقدان آزادی رفت آمد به عنوان یکی از نواقض اطلاعیه یونانی در مورد کمپ لیبرتی انگشت گذاشت. ما امیدواریم که در قدم‌های بعدی این درخواست‌ها اجرا شود، طوری که ساکنان اشرف به سازمان ملل در تلاشش برای رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز اعتماد کنند. انجمن حقوق بشری به قابل دست نزنید در ایتالیا خطاب به دبیرکل ملل متحد نوشت: از طرف لیگ بین المللی علیه اعدام و برای حقوق بشر، ما از شما می خواهیم که از مقامات عراقی بخواهید نیروهای مسلح خود را از محوطه داخلی کمپ لیبرتی خارج کنند و اجازه بدهند پزشکان و وکلای ساکنان دسترسی آزاد به کمپ داشته باشند و ساکنان بتوانند برای رسیدگی پزشکی از کمپ خارج شوند. انجمن فرانسوی هایتی ضمن ابراز نگرانی نسبت به نقض حقوق 400 تن از ساکنان اشرف که به لیبرتی منتقل شدند، از ملل متحد خواستار تضمین‌های حداقل حفاظتی و رفاه برای آنان شد.